رادیو همراه، بفرمایید. وقتتون بخیر. من سوالی داشتم و تماس گرفتم، از آمریکا تماس میگیرم. اول خدمتتون عرض کنم و جزء نسلی هستم که نزدیک به دهه 40م هستم، در 40 سالگی، دهه 4م زندگی، و نظر کارشناسی شما رو با توجه به دانش جامعه شناسیتون و ارتباطاتی که با مردم ایران در شناخت مسائل فرهنگیشون داشتین رو مایل هستم جویا بشم، برای درکی از عوامل ایجاد کننده و راه حلی که وجود داره. میتونید حدس بزنید که قاعدتا سوالم به خاطر اتفاقات اخیره. من در 2 هفته گذشته کمابیش صحبتهایی رو که شما با بقیه افراد داشتین پیرامون این قضیه گوش کردم. متاسفانه متوجه شدم دیروز صحبتی با آقای میبودی داشتین که شاید عمیق‌تر و دقیق‌تر مسائل رو بررسی کردین، اون رو نرسیدم گوش کنم. اما استنادم به مکالمه حدوداً 7 روز گذشته شما با یکی از هموطنا، ببخشید من اگر صدام می‌لرزه، یه مقداری استرس گرفتم، که توش اشاره کردین به value added process and logic و اونجا 6 مرحله رو توضیح دادید و نقطه نظر خودتون رو راجع به اتفاقات اخیر و اینکه ما تو چه مرحله‌ای هستیم و مرحله 4 رو هم رد کردیم و الان در مقطعی هستیم که امیدواریم اون یونیتی پیش بیاد مطرح کردیم. سوال من در واقع اینه، ما همگی دورا دور شاهد جسارت، غیرت و شرف بعضی از عزیزان بودیم که خیلی خوب و فراتر از انتظار و آنچه ما در سالیان گذشته دیدیم ظاهر شدن. در این حال خوب یا بد، یک واقعیتیه که باید بپذیریم، منفعل بودن بخش بزرگی رو هم دیدیم که برای من نوعی که بیرون هستم ولی دلم برای کشورم و مردمم میسوزه و قطعا مثل همه تماشای ویدیوها و حتی خوندن اخبار خیلی دردناکه. سؤالی که برام وجود داره اینه که چه بر مردمان یک کشور میگذره که به مرحله منفعل بودن میرسن؟ اما بیشتر از دونستن دلایلش مشتاقم بدونم با شناختی که شما از جامعه و فرهنگ ایران و آنچه بر این مردمان گذشته دارید، فکر میکنید چه راه حلی وجود داره که این انفعال تبدیل به پویایی بشه، تبدیل به همبستگی بشه، تبدیل به همصدایی بشه، فراتر از آنچه که ما میدونیم در همه انسان‌ها ذاتشون ترس هست، ذاتشون اضطراب هست. همه انسان‌ها اول حواسشون به خودشونه، حالا شاید ما بهش بگیم منفعت طلبی، ولی محوریت با خودشونه. چه باید در یک جامعه ای مهیا بشه؟ حالا ممکنه این برنامه دراز مدت یا میان مدت باشه. چگونه میشه مردم رو به جایی رسوند که در مقابل ظلم احساس کنن که وظیفه و تلاشی برای اقدام دارن؟ و من در واقع بیشتر جویای این بخش نظر شما یا راهنمایی شما هستم برای دراز مدت چطور میشه یک مردم رو دلسوز و متوجه حال هم دیگه کرد، جایی که من متوجه بشم فرزند من عزیزترینه برای من، اما فرزند همسایه، دوست و فامیل من هم در یک لولی عزیزه، شاید برای من 100 نباشه، اما در لول انسانی، در سطحی که باید براش احترام بذارم به عنوان یک انسان، برام باید مهم باشه. این رو میخواستم سراپا گوشم که نظر و دانش شما رو بشنوم. خب همونطور که مثل جون کوچولو فریادش رفت بالا، منم باید فریاد. آخه شما 20 تا موضوع مختلف متفاوت، بعد هم در تجزیه و تحلیلی که واقعیت چیه یا احتمالاً جهت و هدف رو تا حدودی مشخص کردین، بعد حالا چگونه میشه اون رو تغییر داد اونگونه که مورد نظر شما بود. کلیت حرفتون رو هم متوجه شدم هم با بیشتر اون موافقم، ولی خب اگر شما بیایید تو با توجه به آنچه که اشاره کردید، حرفای من رو تو این زمینه تا حدودی شنیدید، بیاید شما انتخاب کنید و یه دونه یه دونه اگر فکر میکنید قدر شاید به 2 تا 3 تا چند تاش برسیم
با هم راجع به حساب کنیم. من تکلیفم روشن میشه، چون انتخاب من انتخاب میتونه درستی نباشه، هم از نظر شما که به هر حال بیش از بقیه حق دارید با پرسشتون انتظار داشته باشید، هم دوستانی که مطالب شما رو شنیدن. نمیخوام بگم کجای حرفای شما رو باش من موضوع و مسئله دارم، اونم بذارید ازش بگذاریم، اگه لازم شده عرض میکنم، یا اگر پرسش شما در اون مسیر بود، چون من در این گونه موارد همطور که احتمالا آگاهی آنچه که حس میکنم احساس میکنم باور دارم و فکر میکنم مناسب طرحش یا مطرح کردنش عرض میکنم. شما یه مورد از اون شاید 10-15 تا مطلبی که فرمودید انتخاب کنین، من ببینم چیزی به نظرم میرسه خدمتون عرض کنم. ببخشید که مطلب خیلی کلی بود و سعی کردم نه، که نه کلی بودنش مهم نبود. نه کلی بودنش مهم نبود. آخه آنچه که شما فرمودید 20 تا جنبه داشت، الان من تا به 5 تاش که با هم حتی شاید به یک ارتباطی ندارن خدمتتون عرض کنم. شما انتخاب کنید چه چیزی بیش از همه مایل هستید، حالا که لطف کردید تلفن کردید، نظر من رو بدونید. همین اگر بخوام متمرکز کنم صحبتم را، چون برمیگردم به فرمایش شما در 5 مرحله ای که شما فرمودین خیزش، نه حتی یک اتفاقات اخیر، ولی در یک فرمودین 6 مرحله هست تا خیزش تبدیل به یک انقلاب بشه. من تمرکزم فعلا رو مرحله 5، چون همینطور که خودتون گفتین، ببخشید اسامی خاطرم نیست، اما مرحله 4 وقتی بود که یک جرقه ایجاد بشه و اون جرقه به نظر میرسه در حال حاضر ایجاد شده. مرحله 5 هم شما فرمودین باز خودش 3 مرحله کوچیک‌تر داره که مردم هم صدایی داشته باشن و بعد احساس کنن آنچه من رو اذیت میکنه، من در این زمینه با گروه دیگری مشترک هستم و نهایتش رو به قولی بهترین حالتش یونیتی بود. سوال من اینه، با توجه یا برداشت من اینه، با توجه به ظلمی که به اکثریت مردم چه از نظر اقتصادی، فرهنگی و بقیه عوامل موجود در جامعه مدنی و اقتصادی رفته و حتی اجتماعی و قوانین اعمال شده، پس یک درد مشترکی وجود داره و همه هم تک به تک شاید اون رو در حریم‌های خصوصی و امنشون فریاد زدن. اون عامل جرقه هم که دیدن یک حجمی از بربریت که آدم‌ها رو ناراحت کنه به وجود اومده، گرچه ممکنه بعضی افراد اون رو دورتر از دیوار خونشون دیدن، هنوز به اونا نرسیده یا هنوز احساس میکنن از نظر اقتصادی اون گروه رو خیلی تحت فشار نذاشته، اما شاهدش هستن، شاهد صحنه های هستن که ما فرض میکنیم هر انسانی رو منقلب میکنه. افرادی که تماشا کردن و دیدن، افرادی رو که چشمشون رو بستن باز کاری ندارن. سوال من مختص راجع به افرادیه که آگاهانه اخبار رو دیدن یا شنیدن یا در خیابون مواجه شدن ولی هنوز در مرحله انفعالی هستن که مثلا بخوام مثال عینی بزنم، گرفتن فیل یا ناراحت شدن از دستگیری شخص رو مهمتر یا اولویت میبینن نسبت به اینکه اقدامی بکنن، صدایی داشته باشن یا حتی فیزیکی وارد کمک به شخصی که داره به ظلم میشه بشن. و حالا این رو فراتر هم عمومیت بدیم، شخصی که مثلا معتقد سریعتر از محل رد بشم که به وسیله من به خودم خطری وارد نشه. خب آخه ببینید، باز شما رفتید تو همون کاری که تا حدودی قبلا کرد، چون باز 3-4 تا مطلب اشاره فرمودید که گفتم درش واقعیات حقایق بود یا گزارش که درباره حتی اون مراحل دادید، ولی حالا نمیخوام بگم درست نبود، دقیق نبود. الانم آمدید ببینید عزیز، شما با یه انسانی روبرو هستید که بر اساس ساختاری که مغز اوست و آنچه که حتی مشترک میان انسان و حیوانه، انسان از دو چیز میگریزه، یکی درد، یکی مرگه. و وقتی که این درد و مرگ رو احتمالش رو میده یا به نظرش میرسه که خیلی واقعی و قطعی هست، وقتی در مقابل درد و مرگ میسته که فکر کنه یه چیزای خیلی مهم، اساسی، اصولی، اولا
با این مقاومتش ممکنه حفظ بشه، خودش احتمالا شاید به خطر نیفته و بعد با کاری که میکنه تأثیر و تغییر رو موجب بشه. بنابراین این فرض که همینقدر که من و شما هر جا دیدیم ظلمی هست یا به هر حال رفتار نامناسب است بلافاصله واکنش نشون بدیم، این رو نه من و شما به عنوان انسان همه جا انجام میدیم، صبح تو غروب تو خیابون و توی مغازه و از رابطه و گفتگو و حتی حرف آدم ها یا حتی تو زندگی خانوادگیمون، خواهرمون، برادرمون، همه جا ما خودمون درگیر نمی کنیم عزیز. اولا ما یه مقدار خطا رو داریم، منم و شما شمایید، بعدم شما یه چیزی رو آشکار میبینید و فکر میکنید باید برش کاری کرد و در به نوعی ارزیابی و قضاوتون به اونجا میرسید که بهتر درگیر بشم یا نشم یا به روی خودم نیارم یا این ور اون. این مشخصه انسان در تمام زمینه ها. این مورد اول. یعنی شما نمیتونید از انسان انتظار داشته باشید که درد رو نادیده بگیر، رنج رو نادیده بگیر، خطر رو نادیده بگیر و به خاطر یه چیزی که بد و غلطه، حالا هرچه هست حتما باید عمل و اقدامی بکنی، در حالی که شاید یک آسیب بیش آسیب ببینی سنگین، دومی که با آسیب تو، با رنج تو، درد تو چیزی هم عوض نشه. یعنی این یه مزه. دوم، بسیاری از موضوعها مردم خودشون رو درگیر نمی کنن. شما حتی می بینید نه تنها در ایران، در بسیاری از کشورهای جهان تازه با تبلیغات فراوان و برانگیختن عرق ملی و شعارهای از این قبیل 30-40-50% مردم اصلا میرن رأی میدن، در شرایطی که آزاد است، هیچ ضرری خطری هم متوجهشون نیست. یعنی بسیاری از مردم خودشون رو درگیر خیلی از موضوعها به ویژه در صحنه سیاست نمیبینند و یا در چارچوب تغییر آنچه که به عنوان قانون و قاعده در جامعه هست. یعنی این درصدها ممکنه در یه جامعه کمتر و بیشتر باشه، یا برخی از اوقات به خاطر رفتار افراد ما انتظاری که اصلا نداشتیم رو ببینیم از نوعی شجاعت و همدردی و هماهنگی و همراهی مثل الان داستان اوکراین حرف بزنیم، ولی بسیاری از جوامع هم هستن حتی دوربر خود ما که اتفاقاتی فرض کنید در عراق و سوریه و لبنان و جای دیگه افتاده و یه درصد بالایی از مردم کاری به این کارا نداشتند و به حساب خودشون از اون دور بودند و زندگیشون رو جدا کردند. و اصولا موضوع سیاست و حکومت آن زمانی که با مسئله خطر، حتی خطر برای جان و زندگی وجود داره، اینکه آدما باید فعال باشن، منفعل نباشن، درگیر بشن، اینا یه چیزایی است که میشه در یه چارچوب بحث کلی و عمومی داشت. ولی وقتی شما آوردیتش روی امریکا یا آوردیتش روی فرض کنید هندوستان یا آوردیتش روی ایران، حالا خیلی موضوعهای دیگری در اینجا هست. اینی که شما فرض بفرمایید اولا انتظارتون چون از صحبتتون برداشت من این بود که موضوع درد و رنج و خطر و مرگ قراره درباره یه موضوعی نادیده گرفته بشه، هیچ کس این کار رو نمی کنه، برای که ما در بقیه زندگیمون هم این کار نمی کنیم. حتی من شما وقتی پدر و مادرمون حرفی می زنن که می گیم یکیشون حرفش نامناسب است و ناروا، ای بسا دخالت نمی کنیم، این نشانه بی تفاوتی نیست، این نشانه اینه که ارزیابی اوضاع رو به گونه ای می کنیم که خب من اینجا حقی یا نظری ندارم یا برام روشن نیست یا تغییری ایجاد نمی کنم یا تأثیری نداره و خیلی موضوعهای دیگه. و اینکه ما بخوایم در تمام جوامع به مجردی که مثلا از نظر اجتماعی یا سیاسی مطلبی رو متفاوت از آنچه که گفتن یا درسته انجام میدن، خب بلافاصله ما بقیه زندگی رو به نوعی کنار بذاریم یا کم اهمیت کنیم و درگیر بشیم، این یه چیزی نیست که با واقعیت هیچ جایی در دنیا هماهنگی و سازگاری داشته باشه. بنابراین حرفی که زده میشه در این گونه موارد این است که این وضعیت است، همراه شو و نه اینکه باید همراه بشی، همراه شو. اگر میخوای تو هم
بیا به هر درجه ای که مایل هستی. بعدم ببینید عزیز، خیلی از اوقات شما در ایران هستید و بنابراین حرفتون میتونه حتی به خودتون و دیگرانی باشه که وارد به اصطلاح کف خیابون بشید. بیاد ببینیم چه خبره. یه زمانی هست که من و شما در یه محیط امنی تو اروپا و امریکا و نمیدونم کانادا نشستیم، این حرف رو به اونایی که اونجا هستن نمیتونیم بزنیم. ما که در اینجا هستیم میتونیم مردم رو برای حضور در تظاهرات به جهت حمایت از اونها دعوت کنیم و بعد اگر خواستیم، تازه مجبورم نیستیم چون دلیل نداره، حداقل فکر کنیم که ما میتونیم شرکت کنیم یا نکنیم. اما این متفاوته که برای کشور دیگه، مردمان دیگه در یه شرایط دیگه نسخه بنویسیم. بنابراین وقتی که در ایران گروه های مردم رو به تظاهرات یا اعتصاباتی دعوت میکنن، من فکر کنم اونا حداقل جزئی از این مجموعه هستن. ولی ما از اینجا، مگر اینکه به نوعی فکر کنیم از نظر کمک و راهنمایی، یک نظری است که اونا بعد از شنیدنش جهت و هدفی پیدا میکنن و خوشحالن از این توصیه و عمل میکنن. در غیر این صورت خب اینکه شما برید آنچه که درست داره انجام بدید، ما اینجا گرفتیم نشستیم به شما میگیم، حتی سرزنش کنیم کسانی که نمیان، که خیلی واقع بینانه و منصفانه نیست. به صرف حقانیت نصب کنید، به صرف حقانیت که انسان نمیتونه به دیگران توصیه بکنه، بایدی بگه یا حتی انتظاری داشته باشه. حالا به همین جهت که عرض میکنم، شما اگر بمونید روی یه موضوع، نه اینکه پراکنده باشه که به جایی برسیم، گرفتار جان بذار ما بریم پیام ها رو بشنیم و یه موضوع مشخص رو، هر چه مورد نظر تو حتی در این باره من میخواید حرفی بزنید، خوشحال میشم که بشنوم. گرچه میدونید من بارها عرض کردم، دیروزم گفتم، برنامه من پرسش و پاسخه، اظهار عقیده و نظر نیست، مگر که به صورت پرسشی که مطرح فرمودید با هم گفتگو کنیم، اونم من باهاش موضوع و مسئله ندارم. ولی اگر لطف کنید، چون به راحتی میتونم بگم شما 15 تا مطلب رو مطرح کردید که هر کدام برای خودش یه جایی داره و تا زمانی که ما تفکیک رو انجام ندیم به نتیجه ای نمیرسیم، اینه که روی یه مورد مشخصی که براتون مهمتره یا فکر میکنید مایل هستید نظر من رو بدونید، اگر اصلا اهمیتی داشته باشه روی اون اگر توجه و تمرکز بفرمایید، من راحت تر هستم و فکر میکنم گفتگوی ما هم به حداقل روشن میشه و شاید هم به نتیجه برسه. سلام مجدد. من اگر اجازه بدید فقط کوتاه پاسخ فرمایش آخر شما رو بدم، در واقع تصدیق بکنم خودمو. من همون هفته ابتدایی حرکت مردمی مکالمه شما با یکی از افرادی که تماس گرفتن رو شنیدم و بسیار موافق این نظر شما که تکرارش کردیم بودم که به هیچ عنوان هیچ کسی نمیتونه دستوری، انتظاری یا راهکاری رو برای افرادی که داخل هستن و ما که دوریم نمیتونیم بیان کنیم و من بسیار با این موافقم. و دلیل پرسشم هم به قولی نه انتقاد نه توقعی، گرچه به قولی نمیدونم شاید اسمش رو سرخوردگی نه، ولی تعجب و حیرت هست، ولی به هیچ عنوان قصد ندارم نتیجه بگیرم یا عنوانی رو به افرادی تعجب و حیرت تعجب و حیرت هست عزیز. از نظر من تعجب و حیرت از اینکه این مسئله از مبحث شخصی به جمعی هنوز تبدیل نشده و در واقع یعنی چی؟ نه نه سب کنید سب. آخه ببینید قربونتون، شما بودم دونه دونه امروز مردم دنیا معطل موندن که این خیزش و این جنبش زنان غیر عادیه، در طول تاریخ سابقه نداشته، با دست خالی بدون هیچ نیت و هدفی جز رسیدن به زندگی و آزادی حرکت میکنن. شما در مقابل حرکتی که امروز تعارف نمیکنن، میگن اگر کم بی سابقه نباشه کم سابقه است، بعد مثلا جنبش زنان نبوده، با یه چنین حالتی در مقابل یه چنین حکومتی، همه این چنین احساس تعجب و حیرت میکنن و باورشون نمیشه که زنانی که این چنین در طول این سالها کوبیده شدن بتونن این چنین از جا بلند شن و این چنین خیزش و
به دنبال اون به نظر من جنبشی که همکنون به وجود آمده رو به وجود بچه ها میفرمایید من تعجب میکنم چرا بقیه نمیان. آخ شما بعد به من میفرمایید شما انتظار و توقع زیادی ندارید. آیا که با هم نمیخونه عزیز؟ ببینید شما نمیتونید با ملاک های چون این کار فربودید عرض میکنم با ملاک های ذهنی خودتون یه درد و مطلب کنار هم چیدید. گفتم من اصلا باش مسئله ندارم درست و غلطی نبود ولی وزن اینا اهمیت داره. بنابراین امروز مردم دنیا تعارف ندارن، شوخی هم ندارن. اطلاعاتی که دارن میگن یه چنین خیزشی که هم اکنون به جنبش تبدیل شده براشون باور نکردنی است و این همه شجاعت و از خودگذشتگی براشون ابدا قابل تصور نبود و نیست. بعد من و شما هنوز گله داشته باشیم از اینا، بعد بگیم همیشه شما میتونید بگید اگر 100 نفر تو خیابونه چرا 101 نفر نیستن؟ ولی آخه این که بحث نمیتونه باشه عزیز. و بعد اصلا اون حالت منفعل نصب کنید. آخه منفعلی که شما فرمودید آخه هیچ جای دنیا سابقه نداره. شما به بقیه انقلابای دنیا نگاه کنید، حتی مدت ها از انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب فرض کنید بلشویکی روسیه گذشته بود، بعد از مدت‌ها حتی برخی از قسمت‌های اون کشورها خبر نداشتن که اتفاقی افتاد. البته اون زمان این سازمان‌های خبری نبودن. یعنی اینکه شما یه تصوری رو در ذهنتون دارید که وقتی که موضوع اینقدر مشخص است که بد است پس همه باید حرکت کنن. 700 میلیون آدم، 700 میلیون آدم در دنیا دارن سیگار می‌کشن، یکیشون هم باور ندارن که کار خوبیه. مسئله انسان، مسئله اینکه یه چیزی چون خوب است و درست است و حالا شما نفرمودید باید است که به دنبالش عمل نخواهد بود. اون چیزی که امروز مردم دنیا شاهد هستند میگن این خیزش و جنبش از جانب به ویژه زنان به رهبری زنان با اون شعار بسیار عمیق و دقیق و حساب شده ای که هر آدم آگاه منصف مهربون رو به سمت خودش میکشه و نبایدم تغییر کنه و چیزی حتی به نظر من بهش اضافه بشه یا کم بشه که موجب یه چنین واکنشی از جانب مردمان مختلف و متفاوت شده. یادتون باشه هنوز به یک ماه نرسیده این خیزش و جنبش، یک ماه، و شما میبینید در سطح جهانی با توجه به سابقه ای که اصولا مردم درباره حوادث خاورمیانه و کشت و کشتار اونجا داشتن، مردمی که الان سالهای سال نزدیک شاید 20 سال جنگ عراق و سوریه و لبنان و کشورهای دیگر رو شاهدند و براش هیچ کاری نکردند. این که میگم هیچ کار در حدی که به مردم مربوط باشه و من شما ازش با خبر بشیم. بنابراین اون چیزی که ما هم خدمتتون عرض کنم این اولا انسان یه موجود ناراضیه، دوم بسیاری از ما که یک کمی آگاهی و تحصیلاتی داریم یه مقدار کمال پرستی داریم، یعنی چیزها رو کامل میخوای و اینا اون ذهنیتیست که یه نوعی اون ماجرای نارضایتی و کمالگرایی که همیشه جا برای گفتگو هست. همه چیز میتونه بهتر باشه. من بارها عرض کردم من اگر 100,000 کار در زندگیم کردم همش رو میتونستم بهتر از این انجام بدم، همش رو، هر چی بوده، ولی پذیرفتم به عنوان یه انسان ناقص که در اون زمان و شرایط چنین کردم و همین. ای کاش بیشتر و بهتر انجام داده بودم. هر چی بوده، محبتی بوده، درسی بوده، کاری بوده، خدمتی بوده، هر چی، ولی این رو نباید بیام در سطح اجتماعی به عنوان یک انتظار یا نارضایتی بیانش کنم. هر اندازم که بخوام اون رو در یک به هر حال سرورقی بپیچم که بوی بد و منفی نداشته باشه. به همین جهت هست که وقتی که همطور که خودتون به درستی اشاره کردید عرض من در خصوص کسی که خارج از ایرانه، 45 سال هم از ایران نبوده، اینه که من میتونم برای حتی خودم، حتی من برای فرزندانم نمیتونم کاری بکنم. یکی از بچه های من است، چون نمیخوام مطرح کنم، به من یه جمله گفت که من
اصلا جا خوردم، نه به صورت بد، خیلی خیلی خوب بود، یعنی اصلا یه حالی به من دست داد، ولی اصلا انتظار نداشتم که مثلا فرید یه همچین حرفی رو به من بزنه. میخوام اینو عرض کنم که آنچه که هست بی خود نیست که گفتن یک ما یه بهار عربی داشتیم، ولی حالا یه بهار ایرانی داریم، یه بهار زن ایرانی داریم که نه تنها کل خاورمیانه رو، نه تنها جهان اسلام رو، بقیه جهان رو هم به این رسیدن مرحله عمیق انسانی که انسان مطرح زن و مرد و ایناش اصلا مثل پوشیدن یه لباسی است که شما امروز آبی پوشیده فردا لباس سبز می پوشیده، یعنی اون اصلا اهمیت نداره، اون حرکت داره انجام میشه، یعنی حتی تأثیرش در سطح جهانیه و بعدش هم انکار یه مقدار ارزش‌های جهانیه. از نظر من یه دختری به خاطری که موی سرش کمی پیدا بوده به پای مرگ رفته و دیگران هم در این طول بسیاری رفتند، امروز وقتی یه زنان خارج از ایران به ویژه زنان اروپایی که اصلا برایشون این مسائل بی‌معنی است، بی‌معنی بی‌معنی است، میان با قیچی موی سرشون رو قطع میکنن میندازن اونجا، چی رو نشون میده؟ نشون میده که ما هم میخواییم از این باید و نباید ها بیایم بیرون، از اینکه باید زیبا باشی، از اینکه باید همیشه آرایش کرده باشی، از اینکه باید این گونه یا اون گونه باشی، دارن خلاص میشن. شعاره من دیروز در گفتگویی که با یا پریروز با جناب میبولی داشتم برام یوتیوبه عرض کردم، اصلا هم نمیخوام بحث کلامی بکنم ابدا، امیدوارم کسی هم از عرازه من یه همچی برداشتی نکنه، مسئله الان ایران آزادی نیست، رهاییه، رهاییه، یعنی زنجیرهای ما رو باز کنی، یعنی قفص ها رو درش رو باز کنی، دیگه پر ما رو نکنی، پر ما رو نشکنید، پیام رهاییه، لیبرتی، مجسمه ای که ما میگیم مجسمه آزادی، مجسمه رهایی در امریکا، در نیویورک، چون مرحله اول رهایی، من باید رها باشم، من باید از زندان بیام بیرون تا حالا حق انتخاب داشته باشم و آزادی خودش رو من نشون بده. بنابراین وقتی که یه جامعه فریاد رهایی میزنه، اون موضوع و مسئله اصلی و اساسی انسانه، چون اول تا زمانی که شما در قید و بند و زندان هستید، حتی زندان باورهامون، احساساتمون، اعتقاداتمون، ما گرفتاریم. به همین جهت که من همیشه عرض کردم آنچه که انسان رو از بقیه موجودات متمایز میکنه عقله و خاصیت عقل در توان این رهایی و آزادیشه. همه چیز بر اساس اصل علیت یا کازالیتی حرکت میکنه جز عقل که بر اساس اصل اویدنس دلیل حرکت میکنه و این تنها چیزیست که ما داریم و هیچ موجود دیگه ای نداره و به همین جاست که با اونه که هم آزاد شدیم، هم تونستیم از این آزادی حتی با جنگیدن با طبیعت و شناخت قوانینش بر او غلبه کنیم و انسانی که باید رو زمین باشه، تو هوا باشه، زیر دریا باشه، منی که قراره 20 سال عمر کنم، 15 سال عمر کنم، 100 سال عمر کنم، همه و همه به خاطر این رها شدن، این رهایی و به دنبال اون حق انتخاب و آزادیه. بنابراین الان فریادی که شما در ایران میشنوید و به نظر من وقتی من میبینم فلان خانم موهای خودش رو قیچی میکنه، به من پیام رهایی میده، پیام حتی همدردی ما مردم ایران اوقات نمیده، نه اینکه نیست، شاید از نظر اون باشه، ولی برای من رهاییه. چرا جوانای ما لباس های عجق و جق می پوشن؟ چرا جوانای ما جوراب های دو لنگه می پوشن؟ چرا وقتی شما می بینید چون این رنگ ها با هم نمی خوره؟ اینا فریاد رهاییه و این رهایی وقتی ممکنه که جدایی اتفاق بیفته. بزرگترین شاهکار ما از نظر راهنمایی ما مثنوی مولوی است. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، جدایی بعد از رهایی. اصلا
سپریشن اندیویجوالیزیشن مسئله اصلی و اساسی کودک انسانی، جدا شدن و به فردیت و بعد به هویت و شخصیت رسیدن. بنابراین من موضوع رو در این حد میبینم که مردمانی از درون به اینجا رسیدن. علتش هم خیلی روشنه. اولا شما بر اساس باورهای مذهبی میبینید خدا به انسان یه چیز داد و اونم آزادی بود، حتی اینقدر آزادش گذاشت که در بهشت خودش مخالف فرمان خودش حرکت کنه. بنابراین از نظر من تفاوت انسان با بقیه موجودات، حتی فرشتگان مقرب، در این حق آزادیش. بعد شما نگاه کنید به تمام آسیبی که ما بین یک تا سه سالگی میخوریم. اون زمانی که بچه در حقیقت خودشو یافته و متوجه شده که غیر از دیگرانه، این اتفاق اونجا میفته. از 100 تا بیماری اساسی روانی یا ریشاش 90 تاش مال یک تا سه سالگی است. چرا؟ برای اینکه پدر و مادرها رهایی و آزادی کودک رو نمیپذیرن. چرا من عرض میکنم بین یک تا سه سالگی کودک اصلا نه نباید بشنوه. خونه رو باید آنچنان امن و امان کرد که او آزاد باشه هر کار دلش میخواد بکنه و خطری نداشته باشه. برای اینکه همونطور که بارها عرض کردم این موجود داره پر در میاره و ما میشیم کنارش دونه دونه هی پراشو میخوایم بکنیم و به جایی که یه پرنده ای باشه که در آسمان ها پرواز کنه تبدیل به یه مرغ خانگیش میکنیم که نوع خوبش درس میخونه تخم میگذاره و همینجوری تخم میگذاره و نوع بدش فقط قد قد میکنه. مسئله انسان مسئله آزادیه. چرا اولین سمینار رو آزادی گذاشتم؟ چرا باور من این است که پیچیده ترین موضوع علمی، فلسفی و مذهبی آزادی و آزادگیه و مقدمه بر همه اینا که اصلا مسئله انسانه آزادیه. اصلا شما وقتی که حتی از نظر مذهبی به ابراهیم نگاه میکنید با بت شکنیش که ادامه پیدا میکنه انسان رو میخواد آزاد کنه. هر بتی در نتیجه من اونچه رو که میبینم اینه که کودک ایرانی، نوجوان ایرانی، جوان ایرانی، الان یه پسر ایست که داره قرانه میخونه با دوتا دوستش، بشنویدش. من گفتم همین الان بذارنش توی اینستاگرام رادیو همراه، با امیدوارم هرچه زودتر این کار رو بکنن چون من امروز شنیدمش. خب شما در اینجا با چی رو برسید؟ با اونچه که مشخصه ی انسانه. انسان اصلا به آزادی تعریف میشه. درختی هم که در بهشت بوده، میوه هم که در بهشت بوده، دانایی بوده. همیشه هم عرض کردم من نمیدونم چرا اینقدر ما همه گونه گرفتار بیماری هامون بودیم که ازش گناه اولیه ساختیم، اوریجینال سین. و به قول برتراند راسل بزرگترین دشمن اخلاق باور به گناهکاری انسانه و درست هم میگه. و به خاطر همونه که میگه بزرگترین آسیبی که به باورهای اخلاقی انسان خورده از جانب مذاهب بوده، زیرا آمدن این درخت رو با خون شستشو دادن یا آبیاری کردند. به همین جهت است که فریاد رهاییه. الان هم حرف این است که ما رو رها کنید، ما رو رها کنید. هیچ نه میخوان چیزی رو خراب کنند، نه میخوان به هیچ کس آسیب بزنن. آنچه که از ما رو رها کنید، زندان های ما رو درشو باز کنید، زنجیرهای ما رو باز کنید، اجازه پرواز بدیم. با هیچ کس هم دشمنی نداریم. بنابراین زن زندگی و آزادیه و به نظر من این آزادی و آزادگی است که در اون گفتگو داشتم. این است که نگاهی که من میکنم ابدا نگاهی نیست به آنچه که باید و نباید یا بهتر و بدتره. و در نتیجه چرا تمام عرض من این بوده و چرا اسم این رادیو رو همراه گذاشتم؟ ما در دنیایی هستیم که فقط کافیه همراه باشیم. عرض کردم با همراهی آشنایی میاد، با آشنایی دوستی میاد، با دوستی اتحاد میاد. این اون چیزیه که مورد نظر و بعد این اتحاد در اثر این ارتباط تبدیل میشه به وحدت و یگانگی، یعنی از یونیتی میره به وننس و این اون چیزیست که ما در دنیا به دنبالش هستیم. یک دنیا ممنونم از توضیحاتتون و در واقع ذهن من رو هم منسجم کردین که سوال درست ترم رو اینطور بپرسم و
باور بفرمایید از ابتدا هم شاید ادبیاتش رو نتونستم مرتب کنم، ولی این سوال در ذهنمه که اگر هدف همگی آزادیه، هدف همگی رهاییه و هر کس از دیدگاه خودش این جویبار تقاضای آزادیش رو داره، سوال من اینه چطور و چه شرایطی کمک خواهد کرد از نظر شما که آشنایی دارید به جامعه ایرانی که این جویبارهایی که هر کدوم آزادی رو از تعریف خودشون جستجو میکنن به هم وصل بشن و همون همراهی و یونیتی و واننسی که میفرمایید پیش بیاد؟ در واقع این سوال اصلی من. مطلب روشن عزیز. ببینید درست است که همراه فقط شو. من تو تظاهراتی بودم، کسانی یه چیزی رو نشون میدادن، چند نفر اومدن پرو من چرا این کار میکنم، گفتم قربونت ول کن، گفتی همراه شو، هر کی با کوله بار خودش اومده همراه شو. چرا بحث آزادگی رو مطرحم؟ آزادگی یعنی چی؟ آزادی یعنی 5% دنیا درست و خوبه، 5% دنیا غلط و بده، 90% دنیا تفاوته. بپذیریم تفاوت رو، نگیم درست و غلط و خوب و بد. حتی تا اونجا پا گذاشتم، اون دین توه، این دین منه، اون نوع زندگی توه، این نوع زندگی منه، اون لباس توه، این لباس منه، اون غذای توه، این غذای منه. اینجا اوج اخلاق و انسانیته و یه شرطش اصلا از صحنه این که چه چیزی باید باشه یا نباید باشه باید بیاد بیرون، برای که اون کار دستمون میده. و درستش اینه که این رهایی رو داشته باشیم و این آزادگی رو داشته باشیم و این فقط همراهیه. عرض کردم فقط برای من همراهی. چرا این ترانه اصلا سبب شد که من اسم این رادیو رو همراه بگذارم؟ برای که مسئله همینجاست. حتی وقتی هم که گفته میشه این درد مشترک جدا جدا درمان نمیشه، پاسخ مشخصه، بس باید کنار هم و با هم باشیم و اون زمینه های عمیق و سنگین انسانی رو که عدالت، محبت، آزادی، حرمت، عشق، واقعیت و حقیقت هست رو از خودمون به عنوان اصول اخلاقی ظاهر کنیم. اون وقت است که به نتیجه میرسیم. به همین جهت است که هر کسی قرار کار خودش رو بکنه، هر کسی راه خودش رو میره. درست با عرض کردم مانند یک کوهی است که میخوایم ازش بریم بالا به قله ای برسیم. نمیتونیم روی دوش هم سوار بشیم، نمیتونیم مانع هم بشیم. ما قرار هر کدوم راهی بریم. خب معلومه این کوه یه جاش پستی و بلندی هایی داره و من توش میرم و میام بیرون، ولی بالاخره هدف چون مشخصه، کاری هم به کار هم نداریم، اوضاع درست خواهد شد. من بارها عرض کردم ما با 4 تا نون در طول تاریخ گرفتار شدیم: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. و کاملا نشون دادم تمام بدبختی‌های ما مال این 4 تا نونه. همینجا بود که عرض کردم اصلا به گذشت و تحمل فداکاری هیچ کس باور ندارم، برای که نادان، ناتوان، نیازمند و نگران بودن که فداکاری کردن و گذشتن. ابدا قبول نکردم که هیچ زن و شوهری به خاطر بچه‌ها موندن، به خاطر بچه‌ها، نه، نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. و همیشه عرض کردم تا این 4 تا نون به 4 تا ب تبدیل نشه ما به هیچ جا نمیرسیم. اولیش برابریه، یعنی ما با هم برابریم. دومیش برادریه، برادر و خواهرای همین، چون بیش از این و کمتر از این نمیتونیم باشیم. سومیش بهزیستیه، well-being، همین زندگی، نه زنده مانده، نه survival، زندگی که تو این شعاره، زندگی خوب داشتنه. و چهارمیش بردباریه، tolerance، آزادگیه. تو توی و من من، تو زنی من مردم، تو دین دین من دینم اونه. رها کنیم، یعنی دنیا اگر به جای اون 4 تا نون نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی، این 4 تا به رو بگذاره، اولش برابریه. اصلا مطلقاً برادری بدون برابری معنی نمیده. اولش برابریست. معنی برابری یکسانی نیست. اون بحث رو میتونم داشته باشم. برابریه، برادریه و خواهریه. و بهزیستی زندگی ما اومدیم تو زندگی خوب بکنیم، ولی شرطش بردباری، تالرنس، شکیباییه، تساهله، تسامحه. یعنی ما
میپذیریم تو رو همجوری هستیم. بارها عرض کردم در جهت باورهای اساسی و اصولی، اصولی و اساسی که اصلا پایه هاست، حتی در چارچوب فلسفی من میگم به وجود خدا باور دارم، شما میگید ندارم، برای من اصلا من و شما با هم فرقی نداریم، هیچی. یکی هم گفت منم باور دارم، من فکر کنم به اون نزدیکترم تا به شما، ابدا. تا زمانی که اینقدر خط میکشیم و باید و نباید و درست و غلط داریم از پا در میاد. امروز میدونیم این بیماری و گرفتاری است. عرض کردم شما نگاه کنید، از اضطراب، افسردگی، وسواس، خشم، خجالت، گناه، حقارت، لجبازی، کله شقی، وسواس، این بیماری های اساسی ریشش فقط در اینه که کودک بین 1 تا 3 سالگی رهایی و آزادی نداره، رهایی و آزادی نداره، هیچ دلیل دیگه ای نداره. دوم یه گرفتاری پیدا میکنه در خصوص مدفوع و ادرارش که از اونجاست که حالا که رهایی و آزادی نداره تو بدی، از جانب دیگه هم تو همون کثافتی هستی که ازت بیرون میاد. در طول تاریخ به همین بهانه بر ما سوار شدن. ابداً قدرت واقعیت نداره، قدرت یه توهمه، هیچ کس قدرتمندی نیست. شما فیزیکدان هستید، هر جا برید هستید، آدم قدرتمند فقط وقتی است که ضعیف در مقابلش وجود داره. قدرت فقط به این خاطر که ضعف است، به خاطر اینکه درد و مرگ است. بنابراین قدرت یه توهمه، یه illusion. اما قدرت رو با دو چیز به صورت دو تا میخ به کتف ما کوبیدن و ما رو به روی زمین زدن، یکی احترام، یکی اطاعت، respect and obedience. احترام یعنی چی؟ یعنی اساس بردگی. احترام یعنی چی؟ یعنی یکی بالاتره، یکی پایینتره، یکی بزرگتره، یکی کوچکتره. فاجعه است. امروز به جای احترام حرمت نشسته، برابری، یکسانی. من از تو نه بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم، تو تویی و من منم. و به جای obedience، اطاعت، همکاری نشسته، cooperation. بچه ها رو امروز باید به دنیا که میان قبول کنیم که اولا ما با هم مساویم. یه بچه 2-3 ساله حق داره بگه رنگ اتومبیلی که پدر میخوای بخری چی باشه، تا این حد. برای که او هم وقتی حرمته، یعنی ما همه یکسانیم، همه برابریم. این که من پدرم اون پسر منه که نخواهد بود. بنابراین اساس کار ما رو میکشونه به یه جایی که حرمت است و به جای اطاعت و فرمان برداری تمام شده دوران فرماندهی و فرمان برداری. مسئله اصلی و اساسی همکاری. من هر جایی که میرم باید من چی کار میتونم بکنم که به این جمع و به خودم یه چیزی اضافه کنم. روزی که نگاه پرورش و تعلیم تربیت ما از ترس و تنبیه و کنترل در بیاد و به پرورش و تعلیم و تربیت برسه، اونجاست که این جابجایی ها رو میشه کرد. چرا گفتم 15 تا چیزی که عوض شده؟ به جای احترام حرمت. من اصلا با احترام مثلا، احترام برای ارتشه، احترام برای یه میدان جنگه، احترام برای کسی که میخواد بکشه و کشته بشه. حالا در یه جامعه ما هنوز یه ده به دنبال احترامند. احترام فاجعه تاریخه. دوم اطاعت، obedience. به همجاست که باره میکشه به اینکه تو بیا بپذیر. مثلا با کمال میل حاضرم خدا رو اطاعت کنم، پیغمبر خدا رو اطاعت کنم. اشکال کار این است که این خدا و پیغمبر خدا به زبان من حرف میزنه، حالا برداشتای من متفاوت میشه دیگه. اون نیست. هیچ کسی خدا رو باور نداره، همه خدای خودشون رو باور دارن اگر دارن. خدایی که در ذهن منه و به همجاست که از من کمتر و کوچکتره، برای که در ذهن منه، اون خدا نیست. خدایی که اصلا به ذهن من بیاد در وجود من باشه که خدا نیست، یه موجود حقیر صغیریست که از من کمتره. به همین جد است وقتی 4 رادیو همراه است که اصل و اساس انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است، به خاطر اینکه انسان اصله. ما نمیتونیم، برای که خدا کوچکتر از منه، نه خود خدا، بارگاه الهی رو عرض نمی کنم، ولی همینقدر که به ذهن من بیاد. آخه اینا رو که به عنوان واقعیت علمی و فلسفی و عقلی و منطقی میدانیم. بنابراین وقتی که موضوعهای از این قبیل قرار هست من و شما بپذیریم که در این گونه موارد بیایم رهایی رو و آزادگی رو اساس کار قرار بدیم،
منم راحت و آسودشم طور که شما هستید. در اینجاست که از نظر علمی میدونیم دو تا اتفاق میفته، ما همه هم خودمون رو خوب و دیگران رو خوب میدونیم، خودمون رو دوست داشتنی، دیگران هم دوست داشتنی میدونیم، هیچ جنگ و جدالی نخواهیم داشت، هیچ. برای که من خوب با شما خوب چه جایی ناراحتم؟ بارها عرض کردم میدونم برخی متوجه نیستن، عیبی هم نداره. چرا من رو خط رادیو تلویزیون راحتم؟ برای که خودم رو خوب میدونم. چرا راحتم؟ برای که شما رو نه تنها خوب، خیلی 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 بهتر از خودم و بهتر از آنچه که شما فکر میکنید میدونم. من اصلا چه ترس و واهمه ای دارم از بیان عقیده و نظرم؟ ابدا. فرقش چی؟ آخرش این که من ناقص ناقصم، من همه حرفام ناقصه، من همه کارام عیب و ایراد داره، اینو میدونم. اصلا تعریف انسان یک موجود ناقصیه. بنابراین شما هر اعتراضی من بگوید حرفت غلطه، نادرسته، بقیه معلومه. من هزاران هزار بار درباره این موضوع اشتباه فکر کردم و میدونستم. من برخی از اوقات باورهایی رو از دوستان میشنوم که مثلا جا میخورم، بعد دفعه نگاه میکنم خودم 20 سال قبل این باورها رو داشتم. پدر و مادر من با این باورها فوت کردند و بردند. پس برای چی؟ من خوب بودم، اونا هم خوبند. این آدمی که الان حرف اینگونه میزنه بده. رهایی عزیز، رهایی. و اون است که میشه جهان رو باش ساخت. همینقدر که ما خودمون رو از زندان خودمون و زندان دیگران آزاد کنیم و رها باشیم و آماده باشیم و بپذیریم من منم و تو اساس سلف استیم و حرمت نفس همینه. من اصلا نه بهترم نه بدترم، نه بالاترم نه پایینترم، تو تویی و من من. و به همین جاست که من وقتی به آنچه که همکنون داره در ایران عزیزمون میگذره نگاه میکنم، میبینم که یک فریادی از درون که اصلا با ویژگی انسان، با ذهن و ضمیر انسان، با آنچه که انسان هست سازگاری نداره داره بیرون میاد. فریاد فقط رهایی است. بعد از این رهایی رسیدن به مرحله آزادگی است که تو تویی و من من، هر چه هستی باش. و بعد از اون وقتی نظام اجتماعی رو ساختیم و قوانین رو ورز کردیم، اونجا آزادیه. آزادی یعنی انتخاب قانون درست، آزادی یعنی انتخاب قید و بند درست، مثل اونچه که در راهنمایی و رانندگی داریم. آزادیم در راهنمایی و رانندگی، در حرکت داریم. چرا؟ برای که صدها بکن و نکن داریم، از چراغ قرمز و گواهی نامه و به چپ بپیچ و به راست نپیچ داریم. اما از اونجایی که اینا درستن، قانون و مقررات درستن، به ما آزادی میده، هم در سرعت هم کمترین خطر تصادف. اون یه بحث اجتماعی است، آزادی. فریدم یه بحث اجتماعی است. مسئله انسان مسئله رهایی است، مسئله آزادی است. کودک انسانی دست و پا میزنه، کودک انسانی حرکت میکنه. شما یه بچه‌ای رو که میخواد که بتونه حرکت کنه، چهار دست پا مانعش بشی. شما بچه همینقدر که راه میره تمام مدت پدر مادر باید بتونن دنبالش که ندوه بره یه جایی که خودشو به خطر بیندازه. مسئله انسان این رهایی است و این آزادی است. حتی چرا میگن بچه‌هایی رو که شما قنداق میکنین، جمع قنداق میکنین به خاطر محکوم کردنشون به اینکه حرکت نکنن، آسیب به سیستم مغزیشون میزنید و نوعی نظام خودکامه و نوعی مسئله فرماندهی و فرمان برداری رو در ذهنشون میکارید. اصلا تجزیه و تحلیلی در این جهت شده درباره زنان روسی که به دلیل بستن قنداق محکم به بچه‌هاشون زمینه رو حتی برای انقلاب کمونیستی فراهم کردن. یعنی میخوام بگم این موضوع از نظر علمی یه همچین وسعتهایی رو داره و من رو به اونجا میرسونه که خوشحالم از این که ما به عنوان انسان، که خدا هم گفته اونایی که باور دارن به انسان فقط یک صفت داد، آزادی، حق این انتخاب، که این مفهوم در رهایی بود، حتی رها شد از بهشت. چه خوب که شد. و الا من و شما در بهشت بودیم، نه آزادی داشتیم مثل بقیه فرشتگان و نه دانایی، و همچنان حتما میچریدیم. من از حضرت آدم به حضرت حوا سپاسگزارم که نافرمانی کردند و ما رو به روی کره زمین انداختند و ما فرصت رهایی و آزادی رو دادن. از اون قید و بند باید و نبایدی، حتی اونی که از آن خدا بود. به همین جهت است که من موضوع رو الان کاملا آنچه رو که میبینم و از صداها میشنوم فریاد رهایی است. ما رو رها کنید،
کاری به کار من نشود، منم کاری به کارتون ندارم. ما بعدا میشینیم در نهایت آگاهی و محبت و مهربونی این قواعد و قوانین راهنمای رانندگی میگیم صلاح اینه اینجا چراغ داشته باشه، اینجا یه استاپ ساین باشه، اینجا ماشینا از این ور برن، اینجا این ماشینا از اون ور نرن، توش هم نه قصد تبعیضی داریم، نه قصد تحمیلی داریم، نه قصد منفعتی داریم، هیچ. ما قانونی رو وضع میکنیم که برای همه در بیشتر موارد بهترین باشه، هر وقت هم لازم شد با تغییر شرایط عوضش میکنیم آنچه رو که میشناسیم. و این اون چیزیست که من از آنچه که در اتفاق میفته ازش میفهمم. نگاه و نظر منه، هیچ نه اصراری به درستیش دارم و هر کسی که مختلف و متفاوت فکر میکنه حتما با توجه به واقعیات و آگاهی و دانایی که دارند نظری درست است و خوب، ولی ما قرار خودمون باشیم. به همینجاست که همیشه عرض کردم ما باید بگیم این منم، همینه که هست. متاسفم که در بسیاری از جوامع از جمله فرهنگ ما به ما میگن هر کس که میخوای باش اما خودت نباش، و اینجاست که الان اون فریاد بلنده ما رو رها کنید، ما رو رها کنید. علیه هیچ کس نیستیم، قصد تخریب هیچ چیز رو نداریم، با هیچ کس هم جنگ و دشمنی نداریم، و بر اساس همینقدر که آروم گرفتیم بر اساس یه اصولی که همون گونه که در قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی هست برای موارد دیگر زندگی هم همین گونه قواعد و قوانین رو میسازیم و میدونیم با اونه که میتونیم هم به سلامت چه فیزیکی و چه روانی و هم به خوشبختی برسیم. برای ممنونم از اینکه فرصتی دادید که من که دلم نمیخواد در این گفتگوها بیش از پرسش و پاسخ باشه این توضیحات رو بدم. شما هم لطفاً اجازه بدید همینجا بسنده کنیم، اگر یه وقت دیگه خواستید لطفاً تشریف بیارید، من با کمال میل در خدمتتون هستم. احترام دارم، ممنون از توضیحاتتون و به امید همون آرمانی که فرمودین امیدواریم همه مردم بتونن آزاد باشن.